گالری همزیانپور و کیا در لس آنجلس همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی میزبان یک چیدمان هنری انتزاعی بود. اثری نمادین از روژین شفیعی، هنرمند بین‌رشته‌ای مقیم تورنتو با عنوان روزنه‌های تاب‌آوری به احترام یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. 44 رنده به نشانه 44 سال مقاومت زنان در برابر حکومتی زن ستیز و سرکوبگر در ایران. بعد از اتفاقاتی که توی ایران افتاد، اگرچه که من همیشه تمرکزم توی کارام راجع به زنان بوده، ولی خب طبیعتاً مثل خیلی دیگه از آرتیست‌های ایرانی تمرکز بیشتری روی این موضوع داشتم و با توجه به علاقه‌ای که نسبت به این رابطه معماری و رول زنان داشتم، تمرکزم گذاشتم روی وسایل توی آشپزخونه‌ای که تغییر باعث تغییر شکل مواد غذایی میشن، در حالی که هویت اون موادها ممکنه حفظ بشه. دلیل اینکه من مو رو انتخاب کردم توی این اینستالیشن یا چیدمان هنری این بوده که خب در واقع مو آخرین، یعنی تا جایی که میتونه مقاومت میکنه و توی طبیعت میمونه و تجزیه نمیشه، و این در واقع این کاری هم که رنده یا وسایل برنده مثل رنده توی آشپزخونه انجام میدن اینه که این تغییر شکل ممکنه اتفاق بیفته، یعنی یکی ممکنه موهاشو کوتاه بکنه ولی تا جایی که بشه این هویتش رو نگه میداره. هر رنده برنده که دست موی اهدایی از زنان ایرانی را بریده، روایت‌های بیشماری از خشونت بر علیه زنان را آشکار می‌کند. روایت‌هایی که پس از قتل مهسا امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی به جنبشی جهانی مبدل شد. هر شب با اینکه 6 سال اومدم کانادا، تقریبا هفته 3-4 شب توی هفته خواب میبینم که دارم میدوام و گشت ارشاد داره دنبالم میکنه یا گشت ارشاد منو دستگیر کرده. آدیو داکیومنتری که داره کنار این چیدمان هنری توی این گالری پخش میشه 18 دقیقه در واقع قصه های مختلف از زنان مختلفه که من جمع‌آوری کردم و رابطه شون رو با گشت ارشاد یا داستانایی که داشتن، تجربه‌ای که داشتن رو در واقع با من به اشتراک گذاشتم و من از این یک آدیو داکیومنتری 18 دقیقه درست کردم که کنار این چیدمان پخش میشه. تنها چیزی که ثابت میمونه موها هستن، تعداد رنده ها بر اساس سن جمهوری اسلامی تغییر میکنه، الان 44 تا است، سال دیگه میشه 45 تا و در واقع این چیدمان تو هر اسپیسی یه شکل مختلفی رو در واقع براش طراحی میکنم، من در هر جایی این یک شکل خواهد بود. منم یه دختر شما خودتون مگه آدم نیستید؟ مگه بچه نداری؟